سلام وقت شما بخیر امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سر حال باشید با مجموعه آموزش زبان انگلیسی لرنین در خدمت شما هستیم لرنین یعنی یادگیری و آموزش زبان انگلیسی از صفر این قسمت ده تا از مهمترین سوال و جواب های روزانه در زبان انگلیسی 10 most common English question and answer خب در این ویدیو به ده تا از مهمترین سوالات روزمره در زبان انگلیسی میپردازیم که در یک ویدیوی قبلتر در ویدیو شماره یکی این موضوع به 20 تا از مهمترین سوالات روزمره در زبان انگلیسی پرداخته بودیم که مورد توجه شما قرار گرفت و ویدیو رو دوست داشتید در اینجا به 10 تا از سوالات دیگر مهم روزمره در زبان انگلیسی میپردازیم پس تا آخر این ویدیو جالب با ما همراه باشید و اگر هنوز ویدیوهای قبلی ما رو ندیدید یه سر به کانال یوتیوب ما به آدرس youtube.com slash learning بزنید تا ویدیوهای مختلفی رو که برای شما قرار دادیم ببینید و اگر این اولین ویدیو از مجموعه لرنین هست که میبینید پس دوگمه قرمز سابسکرایب رو بزنید زنگوله بغلش رو هم فعال کنید تا کل ویدیوهای جالبی رو که برای شما داریم ببینید اگر از این ویدیو هم خوشتون اومد دوگمه لایک رو بزنید بریم سراغ سوالات شماره یک یکی از مهمترین سوالاتی که ممکن هست از شما پرسیده شه یا شما بپرسید در انگلیسی روزمره این هست Who do you live with؟ با من بخونید Who do you live with؟ خب وی تو آخرش یکم تی ایس ویس تلفظ میشه تقریبا Who do you live with؟ میگه که شما با کی با چه کسی زندگی میکنید سوال شماره یک هست این خیلی شماره تر ترتیب و اولویت نداره ولی خب ما سعی کردیم سوال را خیلی شیک برای شما منظم از یک تا ده بچینیم و اینکه خب این سوالاتی هست که تقریبا روز توی هر مکالمه بین دو نفر یا چندین نفر یا یک گروه ممکنه که پرسیده بشه و اینکه ببینیم چه جور میشه جواب داد Who do you live with? شما با کی زندگی میکنید؟ اگر فکر میکنید که خواندن این جملات براتون سخته بگین که من کلمات رو تک تک در ویدیوی بعدی برای شما بخونم امیدوارم که براتون سخت نباشه Who do you live with? شما با کی زندگی میکنید در جواب میگه که I live with my parents I live with my parents من زندگی میکنم با والدینم من با والدینم زندگی میکنم parents رو لطفا خانواده ترجمه نکنه خانواده ممکنه اینکه خانواده خودتون باشه یعنی شما و همسرتون ولی وقتی میگیم parents یعنی که دقیقا با پدر مادرتون زندگی میکنید I live with my parents یا ممکنه به این صورت هم جواب بدین سوال همون سوال هست جواب به متفاوت تر I live with my wife and children من با همسر و فرزندانم هم زندگی میکنم که اینجا میشه خانواده شما children هم جمع کلمیه child هست فرزندان I live with my wife and children من با همسر و فرزندانم هم زندگی می کنم خب سوال شماره یک بود میریم سراغ سوال شماره دو What time, What time do you wake up? What time do you wake up? What time do you wake up? چه ساعت بیدار میشی؟ میشوید What time do you wake up? چه ساعت بیدار میشی؟ این سوالیه که ممکنه از شما پرسیده بشه که صبح ها کی what time do you wake up چه ساعت بیدار میشید خب کلمه wake up در این جمله مهمتر هست دقت بفرمایید wake up به معنی بیدار شدن بر جواب میگه که I usually I usually wake up at 5:30 a.m. من معمولا ساعت پنج نیم صبح بیدار میشم I usually من معمولا wake up at 5.30 am یا اون آخر ساعت am شو هم نگفتیم عیب نداره خب میگه من معمولا ساعت پنجونیم صبح بیدار میشم و میرم دوباره یک مدل دیگر هم پرسیده میشه و یک کم تفاوت What time do you get up? میگه What time do you get up? میگه چه ساعت بلند میشین توجه داشته باشون دوستان در انگلیسی این دوتا متفاوت است. Wake up یعنی بیدار شدن Get up یعنی بلند شدن یعنی که مثلا کلا تخت خوابت و رخت خوابتون رو جمع بکنین بهش میگن get up خب گفته I always get up at 6.30 من همیشه ساعت 6 صبح بلند میشم قبلی بیدار شدن بود این بلند شدن است I always get up at 6.30 خب بریم دو تا کلمه رو من براتون جدا کردم تا با تصویر بهتر متوجه بشید مثل wake up wake up یعنی با هم دیگه میشه بیدار شدن بیدار شدن یعنی که چشمشون بیدار شده ذهنشون از خواب بیدار شده ولی خب هنوز از رخت خواب بلند نشده این یک کلمه هست که در انگلیسی بهش میگیم wake up get up get با up سری هم گفتم میشه get up get up یعنی بلند شدن مثل تصویری که میبینید دیگه از رخت خواب بلند شده داره کش قوس میده خودشو و به این صورت میگن get up خب بریم سراغ سوال شماره 3 What time do you have breakfast? What time do you have breakfast? چه ساعت صبحانه میخوری؟ What time do you have breakfast? دقیق داشته باشین have با کلمه یه مثل breakfast, lunch, dinner با غذا بیاد یعنی خوردن و به معنی داشتن دیگر نمیده. What time do you have breakfast? have breakfast یعنی خوردن صبحانه have lunch خوردن نهار have dinner خوردن شام چه ساعت صبحانه میخوری؟ اوکی در جواب میگه که i have breakfast at 7am من ساعت 7 صبح صبحانه میخورم. i have breakfast ببین have معنی خوردن میده اینجا من صبحانه میخورم at ساعت 7 صبح خب بریم چند تا لغت در حوزه غذا و خوردن در این ویدیو یاد بگیریم لانچ به معنی نهار غذایی که ظهر میخوریم بهش میگیم نهار یک غذای تقریبا سبکتر لانچ یعنی نهار و غذایی که ظهر میخوریم هاف لانچ یعنی نهار خوردن هاف که در بریکفست یاد گرفتیم لغت بعدی در این بخش دینر هست به معنی غذای شب یا شام غذایی که شام میخوریم طرف شب میخوریم هاف دینر هاف دینر یعنی خوردن شام پس این دو تا لغت رو هم کنار بریکفست یاد گرفتیم صبح نمیشد بریکفست لانچ از نهار میشه و دینر هم شام غذای شام بریم سراغ سوال شماره چهار What time do you go to work? What time do you go to work? چه ساعت سری کار میری؟ What time do you go to work? چه ساعت سری کار میری؟ Go to go to این رفتن به یک جای go to work رفتن به سری کار. go to school رفتن به مدرسه هر جایی رو میتونین با کلمه work عوض بکنید What time do you go to work? چه ساعت سرکار میری؟ I go to work at 7.50 خب ساعت 7.50 دقیقه صبح به محل کار خود میرم I go to work من به کار میرم یا به سر کار میرم at 7.50 am خب این سال را هم یاد گرفتیم What time do you go to Work. چه ساعت سر کار میری و جوابش رو هم دیدی بریم سراغ سال بعدی پنج گفته how do you get to work قبلی بود که go to work این هست get to work گفته که how و سالش هم فرق و اینجا میگیم how چطور how do you get to work چطور به سر کار میری یعنی چجوری میری سر کار منظور بیشتر نحوه رفتن هست که پیاده با اتوبوس با تاکسی و این مهم هست که شما کار باید در این سوال جواب بدین How do you get to get to یعنی رسیدن به یک جایی میگه شما فلانجا چطوری میرسین چطوری یعنی میروید اینجا که work he. باز همین رو میتونیم برای مکان های دیگه هم بپرسیم How do you get to school How do you get to work چطور به سر کار میره در جواب میگه که I usually take the bus من معمولا سوار اتوبوس میشم Take the bus یعنی اتوبوس رو گرفتن که معنی نمیده تیک چون در واقع گرفتن معنی میده وقتی ما با وسیله بیاد یعنی که سواره اون وسیله شدن I usually take the bus من معمولا سوار اتوبوس میشم با اتوبوس میره یا میتونه بگه I usually walk to work من پیاده میرم قدم میزنم walk to work اوکی okay. سال شیش میگه که What is the date today? What is the date today? خب دیت یک از معنیش تاریخ هست تاریخ روز و یک معناهای دیگر هم دارد What is the date میگه چی هست تاریخ today امروز چه روزیه امروز چندم هست چه روزی حالا ممکنه معنی دیگه ای بده دقیقا منظور این امروز چندم ما هست انگلیس اینجوری میگیم What is the date تاریخ امروز چه روز چه تاریخیه اوکی okay. در جواب میگه که 15th of the December 15 دسامبر اعداد رو خدمتتون در یک ویدیو دیگه توضیح دادیم 15th of دسامبر 15 دسامبر خب این رو هم یاد گرفتین What's the date of today؟ امروز چه روزی است؟ امروز چند به ماه هستش خب در نظر میگیریم که این مکالمه صبح انجام شده و یک چند ساعت گذشته و در یک غروب دلانگیز این دو نفر بازم همدیگر رو می بینه و یک سری سوالات دیگه هم دارن که ببینیم چه سوال جواب دیگه ای هستش سوال شماره هفت میگه که Where are you going? Where are you going? کجا میری؟ داری به کجا میری؟ Where are you going? کجا میری؟ داره توی خیابون قدم میزنه یه سمت یه جایی میره میپرسه Where are you going? کجا میری؟ بعد در جواب میگه که I'm I am یا yeah, I'm I'm going to a store دارم به مغازه میرم I'm going to a store I need to buy something خب میخوام برم مغازه going to از یک چیزی رو نشون میده که شما از قبلش یک تصمیم میگرفتین و به یک سمتی دارین میرین یا یک کار رو دارین انجام میده I'm going to من تصمیم گرفته من میخوام من میخوام I'm going to the store دارم میرم یا میخوام برم مغازه I need to buy something من نیاز دارم که چیزی بخرم خب نیاز داشتن میشه همون باید یا اجبار باید چیزی بخرم خب اینا میتونه جوابشو عوض کنه بس که به شرایط شما داره وقتی یه نفر از ازتون میپرسه که where are you going کجا میری شما میتون بگیم i am going to the مثلا بانک i am going to the هر جایی که این مکان رو با مغازه یا استور عوض بکنید و دلیلش هم میتونه بگید که i need to مثلا buy clothes i need to buy something to buy food و هر چیزی که نیاز باشه شما بخرین یا بگیرید خب بریم سراغ سال بعدی هشت یا که How are you feeling How are you feeling یک از سالهای جالبه حالا چطوره تو مایای هواریویه ولی خب فیل میشه احساس میگه حست چطوریه حال چطوریه چه چی حالی حالت خوبه یک همچه معنی میده How are you feeling چه احساسی داری حالت چطوره خب برای سوال How are you feeling میتونیم اینطوری جواب بدیم که great never better never better great به معنی عالی never هرگز better که دو تا تی دی تلفظ میشه better یعنی بهتر در حالت کلی این حالت اصلاح مانند داره که never better یعنی که بهتر از این نمیشه great never better عالی بهتر از این نمیشه و یا اینکه میتونیم جواب بدیم really awful really awful آفل یعنی که افتضاح داغون خیلی حال بد که در واقع ریالی میشه واقعا با همدیگه ریل آفل یعنی که بدتر از این نمیشه که امیدوارم حال شما این دومی نباشه و همیشه جواب اولیه باشه Great never better بگین عالی بهتر از این نمیشه اوکی بریم سراغ سال بعدی شماره نو میگه که Are you hungry? Are you hungry? آیا گرسنه هستی؟ هنگری یعنی گرسنه. Are you هنگری؟ گرسنه ای؟ و در جواب میگه که Yes, I am hungry. بله، گرسنه ام. Yes, I am hungry. بله، گرسنه بعد یا میتونه بگه که No, I am full. No, I am full. نه من سیر هستم. فول میشه پر و غذا بش آدم باشه میشه سیر. غذا خورده سیره نو آی ام فول یا میتونه بگی نو آی ام نات هانگری نه من گرسنه نیستم اوکی okay, اینم سوالیه که ممکنه از دوستانتون بپرسین آر یو هانگری گرسنه ای که تا بهش یه نسبت به موقعیت روز بریکفست uh, یا لانچ یا دینر بهش بدین اوکی okay, سوال شماره ده رسیده میگه What time do you go to bed? What time do you go to bed? چه ساعتی می خوابید go to bed یعنی رفتم به تخت خواب و خوابیدن what time do you go to bed چه ساعتی می در جواب گفته که I go to bed من به تخت خواب می روم یا می خوابم at 11 p.m. ساعت 11 شب می خوابم I go to bed at 11 p.m. ساعت 11 شب می خوابم خب p.m. شد بعد از ظهر a.m. قبل از ظهر رو بهش میگن a.m. بعد از ظهر رو میگن p.m. اوکی این ده تا سوالی بود که قولش رو داده بودیم و به در این ویدیو خدمت شما ارائه دادیم و کلمات نسبتا سخت رو یا حول یک موضوع رو هم سعی کردیم بهتون یاد بدیم و شمایی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید باشید براتون یه جایزه هم داریم سال شماره 11 فقط مخصوص برای شمایی هست که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید گفته Are you here with anybody? با کسی اینجا هستی? Are you here with anybody? با کسی اینجا هستی ممکن اینو توی خانه باشه بپرسین توی پارتی باشه بپرسین توی مهمونی جایی باشه بپرسین Are you here with anybody؟ با کسی اینجا هستین در جوابش میتونه اینطوری بگه که I came came گذشته کام هست من آمدم کامو که بلدن دیگه نه این کیم میشه من آمدم این قدیم قبل آمدم I came with my best friend من با بهترین دوستم آمدم من با یا با بهترین دوستم آمدم I came with my best friend. حالا شما best friend رو میتونه با یک سری های دیگه هم عوض بکنید. I came with friend. آره. خب اینم جایزه شما بود که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید و این سوالا به دردتون بخوره و یاد گرفته باشید همش رو و اینکه اگر خوشتون اومد و این اولین ویدیو از سری مجموعه آموزشی لرنین بود که دیده بودین خب دکمه سابسکرایب و رو بزنید زنگوله فعال بکنید که کل ویدیو جالب برای شما داریم و ممنون لایک ها و شیرهایتون هستیم که از این طریق ما رو حمایت میکنید و دیگه حرف برای گفتن نمیمونه اگر سوال مسئله ای دارید حتما در بخش کامنت بنویسید در اسرع وقت میخونیم و جوابتون میدیم و تا یک ویدیو دیگر از لرنین شما را به خداوند بزرگ میسپارم خدا یارو نگهدار شما